خیلی خوب، ما یه فرماندار سنی هم نداریم. داریم؟ ما یه نداریم. فرماندار دست دادن. شهر خودشونه. اون که دیگه تو شهر خودشون هنر نیست. ما تو تهران یه مدیر مدرسه سنی اجازه نمیدیم باشه. ما مسجد تو تهران برای سنی‌ها اجازه نمیدیم باشه. ما یه وزیر سنی نداریم. ما یه استاندار سنی نداریم. ولی آیا دولت اصلاح طلب ما چقدر اختیار داره؟ شما همین الان آقای روحانی رو ببینید. اینقدر نهادهای اینا باز مشکل ساختاریه. اینقدر نهادهای این مثلا نهادهایی که زیر مجموعه رهبری هستن وجود داره، از مهمترش همین سپاه. که اصلا مگه میذارن دولت کاری بکنه؟ هر کاری میخواد بکنه اونا یه این قلچه توش میارن. یا انقدر حالا در شرایط فعلی سپاه قدرت گرفته تو مسائل اقتصادی، غیر اقتصادی، سیاسی، دستگیری ها. وقتی ما قوه قضاییه داریم، وقتی ما وزارت اطلاعات داریم، چرا الان پس دولت بعد چگونه انجام بده؟ وقتی سپاه میاد هر جایی که دولت میخواد کنترل بکنه یا روش ها رو عوض بکنه، سپاه میاد جایگزین میشه یا یه نهاد دیگه میاد جایگزین میشه. خب چیکار کنه دولت؟ شما همینه، این کلمات قدسی افراد رو در جای قرار میده و مقدس میکنه که بعداً همون نمیتونه بهش نقد بکنه. الان تمرکز قدرت خطاست، یعنی همه چیز به یک نفر ختم بشه خطاست. من با این مشکل دارم. به نظر من یکی از بحثایی که در قانون اساسی ما نیاز به اصلاح داره برداشتن عدم تمرکز قدرته. رهبر داریم اب نداره، رهبر اختیاراتش معلوم باشه، در کنار سایر قوا باشه، نقش تعادلی داشته باشه، ولی اینکه همه چیز بشه رهبر، این ایراد داره. خب ببینید، ما مثل همه فکر می‌کردیم جمهوری اسلامی میتونه موفق باشه. این معتقد موفق نشده. نه، معتقدم نه تنها موفق نشده، بلکه اسلام رو هم خراب کرده. چون تمام خطاهای حکومتی به نام اسلام نوشته شده و معتقدم این خطاهای حکومتی ربطی به اسلام نداره.